خب با سلام بچه ها، من این پنجره رو ببندم. اوکی، راستی سال 2015 دیروستان هم مبارک. امروز یک ویدیو آموزشی کوچولو راجع به نگارش یا درست نویسی استاتس های فیسبوکی. نه جدا، بعضی خیلی استاتس های خوب و خواندنی می نویسن، ولی متاسفانه گاهی اوقات یک سری غلط های املایی وجود داره یا نقطه گذاری رو مثلا رعایت نمی کنن، آدم گیج میشن، بعد مجبور دوباره از نو بخوان، خلاص اعصاب خورد کنه. ولی امروز یک نرم افزار رو من براتون معرفی میکنم که اسمش هست ویراستیار. این نرم افزار در همه ورژن های ورد، مثلا ورژن 2007، 2010، 2013، روی همه از این ورژن ها قابل نصب است. بعدا توضیح میدم از کجا دانلود کنین، چه رقم نصب کنین. مثلا این متن کوتاه فارسی رو در نظر بگیرین، غلط های املایی نداره اما غلط های نگارشی زیاد داره، ویرایشی. ولی میرم یک سری غلط های املایی رو هم ایجاد میکنین، مثلا پذیرش رو بازه می نویسیم، مثلا افسردگی رو هی اضافه میکنیم، استراب رو مثلا با نه استراب رو مثلا با زوی می نویسیم. اوکی، بعد روی گزینه ویراستیار کلیک میکنیم. این ویراستیار دقیقا میایه نقطه گذاره هایی که رعایت نشده، فاصله نویسی که رعایت نشده، یا واژگانی که از نظر املایی غلط است و نرتسه هم کنه. خب این پنجره بالا دقیقا متن اصلی شما هست، بعد دی پنجره پایین کجا بانو میره، در پنجره پایین واژگان درست یا فاصله هایی که رعایت نشده به صورت درست پیشنهاد میکنه. مثلا روان درمانی رو گفته پیشنهادش پیوسته نویسی، یعنی باید بین روان و درمانی فاصله ایجاد نشه. بنابراین چرا؟ اوکی، غیر فعال شده بود، نمیدونم چرا. خب میرم تصحیح میکنم. خب اونجاهایی که مشکل داره تغییر میبینید که روان و درمانی رو الان با هم نوشت، یا مثلا لغت درمانجو گفته باید جدا نوشته شه، اصلاح فاصله گذاری. اوکی، تغییر بازم از آنجایی که انسان ها طبیعتا باید رقم نوشته شه، در حال کی باید فاصله نباشه بین در حالی و کی، روان رنجوری ها هم ام رقم. آها، الان نگاه کن، استراب ما بازوی نوشتیم درسته، ولی اینجا اصلاح املایی، یعنی لغت درست استراب رو پیشنهاد میکنه، بنابراین اینو هم تصحیح میکنیم. افسردگی هی نمخوره، بعضی ها دیدین زندگی را زنده می نویسن، بعد گیره بعد از هی می نویسن که اشتباست. پنهان شده هم بدون فاصله در منجا، همینطور پذیرش رو گفته بازال نوشته میشه که اوکی. اینم از این بچه هم. خب حالا این نرم افزار رو از کجا میتونین دریافت کنین؟ خیلی راحت ها، میرین گوگل میزنین نرم افزار ویراستیار آلا 2007 مثلا، بعد سایتش هست ویراستیار. این سایت مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران هست، خیلی نرم افزار خوب است. خب بعد از اینجا روی دریافت کلیک میکنین، بعد 4-5 ثانیه صبر کنین تا دانلود شروع شوه. خب خب من چون قبلا دانلود کردم، نصب کردم، نیاز نیست من نصب کنم، ولی میریم مثلا دانلود شد. اوکی، من توصیه میکنم ویراستیار
installation این یک چیزی راهنمای پی دی اف است، اینو حتما بازش کنین بخاطر که اگر در پروسه نصب مشکل پیدا کردین. خب روی گزینه install کلیک میکنین، بعد پنجره باز میشه و ما چون قبلا نصب کردم از خاطر این سه گزینه بر ما پیشنهاد میکنه، ولی شما که برای اولین بار نصب کنین گزینه این اینستال یا نصب را پیشنهاد میکنه، رویش کلیک کنین. من نصب نمیکنم بخاطر که قبلا نصب کردم. اوکی، وقتی که نصب شما تمام شد، مثلا فرض کنین فینیش، یعنی تمام شد. خب بعد میریم روی این فایل راهنما. آها، ورد باز میکنیم، نگاه کنین اینجا این صفحه اصلی ورد است، در این آخر ما یک برگه داریم به نام برگه ویراسیار. ممکن در شما وقتی که نرم افزار رو نصب کنین این برگه اینجا ظاهر نشه، یعنی نیاید ورد. خب برای از اینکه این برگه ویراسیار در اینجا قرار بگیره میرین چیکار میکنین؟ میرین این مراحل رو انجام میدین. مثلا اول میرین در مای کامپیوتر پراپرتیز ادوانسد سیستم ادوانسد انوایرمنت وریبل نیو. ما چون زبان کامپیوتر ما فرانسویه، ولی شما ممکن در انگلیسی باشه، ویندوز هم ممکن در ویندوز دیگری باشه، ولی زیاد مهم نیست. شما همیشه هر کامپیوتر هر ویندوزی که باشه این گزینه ها رو داره. میرین روی مای کامپیوتر کلیک میکنین گزینه پراپرتیز یا پروپریتی در زبان فرانسوی، بعد پارامتر سیستم اوانسه، این زبان فرانسویه ولی ادوانسد سیتینگ، بعد اگر کامپیوتر پن زبان انگلیسی باشه. بعد هم گزینه این گزینه انوایرمنت رایبل وریبل دانویرونمان. بعد وقتی که اینجا رسیدین روی گزینه نوول یا نیو، شما باید نیو باشه اگر کامپیوترتون زبانش انگلیسی باشه، نیو، روی نیو کلیک میکنین. بعد اینجا یه پنجره باز میشم که در یه پنجره این عبارت ویستو ای بابا، حالا زیاد مهم نیست این عبارت کامل، این عبارت ویستو من نمیتونم همهش کپی بگیرم، ولی زیاد مهم نیست، این همه رو کپی بگیرین یا خودتان بنویسین در اینجا وقت که اینو نوشتین اینجا، بعد اوکی کنین. اوکی، وقتی که اوکی کردین بعد دوباره ورد رو باز کنین. راستی، بعد دوباره که ورد باز کردین این کار رو بکنین، از گزینه فایل، بعدش آپشن، بعدش از این، بعدش گو. مثلا اینجا میرین، بازم ورد شما شاید پنجرهش دیگر هم باشه، ورد آپشن اینجا میرین، بعد ادز این رو پیدا کنین. حالا شاید از شما مثلا اینجا فایل باشه، روی فایل کلیک میکنین مثلا، بعد یک پنجره باز میشه، بعد اونجا که باشد این گزینه اد اینز رو پیدا کنین، بعد اینجا که پیدا کردین روی گو کلیک کنین. اوکی بچه ها، به همین راحتی بعدش برگه ویراسیار در سر صفحه برنامه ورد شما ظاهر میشه. پارستی یک چیزی دیگه هم، یک دیکشنری وجود داره به نام دیکشنری لغتنامه ده خدا، این هم خیلی فرهنگ خیلی خوبی هستم، میتونین آنلاین ازش استفاده کنین. بعدش هم نمیدونم با صفحه فیسبوک کاظم کاظمی آشنا هستین یا نه، یک از شاعران و نویسندگان معروف افغان هست در مشهد، کارهای حرفه‌ایش هم ویراستاری اینا هست، کتابای زیادی نوشتم. ایشان در صفحه خوب بعضی وقتا خیلی نکات نگارشی خوب را توضیح میده، مثلا مثل اینجا
مثلا متن اصلیش، بعد اینجا نظر خود ویراستا رو میبینیم، بعد میگه بهتره که این رقم میبینیم. اوکی بچه، همین ها دیگه، فعلا بای بای.